یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنان روز سه‌شنبه در دانشگاه رایشمن در حومه تل‌آویو گفت جمهوری اسلامی در 20 کیلومتری اسرائیل در ارتفاعات جنوب لبنان در حال ساخت یک فرودگاه است تا از آنجا حمله‌هایی را علیه اسرائیل انجام بدهد. دانشگاه رایشمن میزبان یک کنفرانس بسیار مهم درباره امنیت ملی اسرائیل است. گالانت این اقدام تهران را طرح توطئه علیه شهروندان اسرائیل قلمداد کرد و با ارائه تصویرهای ماهواره‌ای قطعه زمینی را با پرچم‌های جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به حاضران نشان داد و گفت اینجا قرار است فرودگاهی ساخته شود. وزیر دفاع اسرائیل زمان فیلمبرداری از جایگاه مورد ادعا را ذکر نکرد. گفته می شود هدف از احداث این فرودگاه استقرار پهپادهای ساخت ایران در نزدیکی مرزهای اسرائیل است تا حزب الله بتواند از آنها در حمله به شهرهای اسرائیل استفاده کند. جایگاه مورد بحث نزدیک شهر جزین در جنوب لبنان است که با شهر اسرائیلی متولا در آن سوی مرز همسایه است. حزب الله لبنان در اوایل سال جاری از خبرنگاران دعوت کرد در مراسم یک رزمایش در این منطقه حاضر شوند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به پرسش آسوشیتد پرس در این باره پاسخ نداده است. گالانت با اشاره به هدف‌های تروریستی حزب الله لبنان علیه اسرائیل گفت کشورش آماده است در صورت درگیری با حزب الله با نیروی مرگبار به حمله‌ها پاسخ بدهد و هزینه تحریکات حزب الله را این گروه و دولت لبنان خواهند پرداخت. پیشتر روز یکشنبه دیوید برنیا رئیس موساد تهران را به برنامه ریزی برای کشتن یهودیان و شهروندان اسرائیل در گوش و کنار جهان متهم کرد و گفت اسرائیل آماده است پاسخ این گونه حملات ایزایی را در عمق خاک ایران و در قلب تهران بدهد.